تصفیه جام جهانی 2022 ایران مکزیک. آقا همونجوری که توی سری های قبلی ویدیوهای جام جهانی دیده بودیم، ویدیوی قبلی ما با اکوادور بازی داشتیم که با اونم بازی حسی بود و تونستیم که از گروه خودمون بیایم بالا با اکوادور بازی کنیم، اکوادور رو به سختی هرچی تمامتر شکست بدهیم. اما نکته کار اینجاست که آقا ما با مکزیک افتادیم و من آخر اون ویدیو هم گفتم که آقا ما با مکزیک افتادیم، منتها اصلا دقت نکرده بودم مکزیک کیو برده. یه سری رو تو موقع اومدی به من گفتین که تو میگی مکزیک راحته، مکزیک فرانسه رو برده و همین چیزی که داری میبینین مکزیک به در سوخته فرانسه رو یک هیچ برده، که ما الان با مکزیکی بازی داریم که فرانسه رو برده. یعنی تو تصورشو بکن. به نظرتون آیا این بازی ایران میتونه ببره و بره به مرحله بالاتر یا که میباسه؟ پس سری بریم سراغ ویدیو. همونجوری که الان دارین توی تصویر مشاهده میکنید، ما الان خوردیم به مکزیک و اگر که این بازی رو ببریم میخویم به برنده اسپانیا و اوروگوئه، که اگر اونها رو ببریم مستقیم میریم فینال. پس ما اینجا حداقل دوتا بازی دیگه خواهیم داشت اگر نبازیم. خب آقا همین اول کار بهتون نشون بدم که بازی روی حالت لجنده که واسه خیلیاتون حرف و نقل پیش نیادش و توی کلتون سوالات بعد پیش نیاد. بازی روی حالت لجنده چون سیو بوده و من آوردم و همجوری هم سیو خواهد موند. خب با مکزیک بازی داریم، مکزیک باید ببینیم که چه ترکیبی داره و ما آیا مصونیت داریم یا نه. خدا رو شکر ما مصونیت نداریم، ما این ترکیبمون مصونیت نداریم. اونا خیلی مهاجماشون قویان، کرونا و نمیدونم نوکشون که خیلی قویه، اصلا کلا از هافبک به بالاشون نیمه زمینه بالاشون خیلی قویان. تقریبا ترکیبشون مثل اکوادوره که اکوادور هم دقیقاً همین ترکیبو بود و ما تونستیم از جناحی نفوذ کنیم، اما آخرش نوراللهی آوردیم جلو. من ترجیح میدم که همین ترکیب بازی بکنیم، اگر نتونستیم گل بزنیم نوراللهی بیاریم AMF بذاریم. اوه بیرون من همین جوریش گند داشت میزد تو بازی قبلی، چه برسه که این بازی بی انگیزه هم است. آیا به نظر شما ایران توی این مرحله حذف میشه و با جام جهانی 2022 قطر خداحافظی میکنه یا به سمت جام جهانی میره؟ آقا من میگم میبازیم به خاطر اینکه چون این فوتبال چند روز اومده و من هی دارم این فوتبال بازی میکنم که قلقش دستم میاد، داستانش دستم میاد. برای همین خیلی از دکمه ها الان این فوتبال دکمه‌اش با این بر فرق میکنه و من اینجا واقعا اذیت دارم میشه. در زمین شالکه مسابقه داریم، در همون زمین قبلی که اکوادور رو تونستیم ببریم، این زمین واسه ما خوشیومونه و میتونیم که این بازی رو هم ببریم. بعد پرچم زیبای ایران رو مشاهده میکنیم، هر دو تا پرچم اگه دقت کنید رنگاشون یکیه ها، سه تا رنگه. بریم سراغ بازی، من رد میکنم دیگه بریم. مطمئنم سرود ملی ما رو که نمیذاریم پدر سوختا. وای چه دریبلی زد پدر سوخت کرونا ویروس. خود محمدی پاسش رو میده، حرکت کن جان من، حرکت کن یا ابوالفضل، یا ابوالفضل بده بهش. آها جهان بخش سانتر بزن. ما باید وسط رو بگیریم. این هم سرزن پدر سوخته، همه چی تمومه اون فورواردشون. اوه نیاد وسط، نیادش. مثل دوبله وسط والیبال دارن بازی میکنن، میکاره وسط این میزنن، خیلی ناجوره. آبا بیا بیا رضایی، اون کیه؟ امید ابراهیم و رضایی دوتاشون رو کردن اصلا سیاپوس، اینجا مشخص نمیشه. خدا بیا یا امام هشتم. 21 دقیقه از بازی گذشته، انگار یه نیمه واسه من تموم شده. نهان خیلی نورما رو آلوم جهان بخش، نزنینش. خطا، اجازه بده. جهان بخش جان، جهان بخش خوب میزنه، نورالهی هم خوب میزنه، اما جهان بخش جان، جان من این گل. ای خدا بابا من خیلی خوب پر کردم، یعنی دیگه وای من هر موقعیت می درست میشه من گل نمیزنم میترسم آقا ما گل رو بخوریم. بده بهش. صبح شد بابا، صبح شد، یکی بیاد کمک. آخ شانس آوردیم سوتو زد. آقا کتشون رو باز کردن دارن راه میرن، ببینین دارن کوری میخونن واسه ما. ما باید دقیقا همون کاری که کردیم واسه یه بازی قبل رو انجام بدیم. خیلی استرسیه این بازی و من باید آقای نوراللهی عزیز دل رو
بیارم جلو اونجا و IMFش کنم و آقای امید ابراهیمی اونجا CMFش کنیم، بیاریم عقبتر، تو هم بیا اینجا وایسا، خدا به خیلی کنه دیگه. بریم، کی باید تعویض کنم؟ آقای رضاییام جای غفوری همین الان تعویض شو، چون استقامتت اومده پایین و ما داریم به مشکل میخوریم. او شماره 9 اوه گوه، گفتم به خدا 100% گل خوردیم، اینقدر دیگه مسکول بازی دارن در میارن بازی کنهای ما. جان من خیلی مهاجم های ما این بازی بد بازی کردن، خیلی یعنی بد. آهان بده تارمی، بده بهش شوتت، وای بابا گفتم این زاویه نزن، بزن تیر دو. چقدر آدم میتونه اسکول باشه که حرف سرمربیشو گوش نکنه. یک کورنل میخوام بزنم زیبا و استثنایی، بزن، بیا برو برو برو، نره تو اوت، نره تو اوت انصافا. کیه این؟ های صفیه؟ یک حرکت زیبا انجام میده آقای های صفی، توپ رو نگه داشته، همینجوری میتونی بدی بری های صفی، میتونی بدی بری. آهان سانتر، وای نذاشتم بره بیاد توپ رو سر آزمون. های صفی رو هم میافته، حالا سانتر واسه های صفی، وای خدا، اوه خیلی آقا سخت شده بازی، یا خود خدا. این راول کیه؟ چقدر آدم میتونه گاو باشه که تو دستشو نگیره؟ یا امام هشتم، 3 دقیقه یا بگیرش کورنای پدر سوخته، چجوری اینقدر این جون داره میدوه بابا، گاوه این دیران بهم، به خدا تقصیر من نیست، به خدا بیرامن رو بد ساختن، اصلا دو تا اصلا گل نباید میخورد، تو دستش چجوری داری گل میخوری تو؟ هیچی دیگه، جن زدیم این بازیو، لعنتیک انترا، اعصاب با سادم نمیذارم، واقعا این بازی رو بد بازی کردم، بازی کنم اونم آخه گند دارم میزنم، حذف تیم ملی، نمیدونم چی بگم، واقعا گند زدم، هم من گند زدم هم به ایران بند. تیم ملی خوب بردیم بالا، میتونستیم قهرمان باشیم، اما بازی من گند و به درد نخوره و ما نتونستیم تا فینال هم پیش بریم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید، لایک و سابسکرایب کانال یوتیوب فراموش نشه، اینستاگرام فالو بکنید، سرکار بسیم به 50 کام. ممنونم که تا آخر ویدیو نگاه کردید، فعلا تا ویدیوهای بعدی.